بر اساس اظهارات مسئول کارگروه علمی و عملیاتی نظام برنامه کنترل و کاهش اعتیاد شورای اجتماعی ایران، حدود 20 میلیون ایرانی با مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت در کنار برآورد خسارت 205 هزار میلیارد تومانی ناشی از مصرف مواد مخدر در ایران، نیاز به اقدامات فوری و مؤثر برای کنترل و کاهش اعتیاد را بیش از پیش ضروری می سازد. همکارم در گزارش خود به بررسی موضوع پرداخته که با هم می بینیم. گزارش های اخیر حاکی از تغییر نگران کننده الگوی مصرف مواد مخدر در ایران است. در حالی که تریاک به عنوان یکی از اصلی ترین مواد مخدر در کشور شناخته می شود، اما به دلیل افزایش قیمت و محدودیت های کشت آن در افغانستان، مصرف کنندگان به سمت روانگردان ها و مواد مخدر صنعتی روی آوردند. بر اساس گزارش ایرنا، قیمت تریاک در سال گذشته دو برابر شده و به حدود 180 تا 200 میلیون تومان برای هر کیلو رسیده است. این افزایش قیمت بازار مواد مخدر صنعتی و روانگردانهایی که معمولاً ارزان‌تر هستند را رونق داده است. کارشناسان بر این باورند که استفاده از این مواد به دلیل ناخالصی‌های بالا و عوارض کشنده خطرات بیشتری برای مصرف کنندگان به همراه دارد. دکتر سعید صفاتیان، کارشناس مبارزه با اعتیاد، هشدار داده که در صورت بی‌توجهی به گسترش مصرف روانگردان‌ها ممکن است با فاجعه‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی مواجه شویم. همچنین آمارها نشان می‌دهند که سن اعتیاد در ایران به 24 سال رسیده و شیوع مصرف مواد مخدر در میان جوانان به 7.4% رسیده است. این تغییر الگو به ویژه در میان جوانان و قشر کارگر نشانه ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در ایران است. با توجه به این شرایط، توجه جدی به مسئله اعتیاد و ارائه راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از آن ضروری است. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی، از تهران پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای دکتر صادقی، با توجه به آمار نگران کننده 20 میلیون ایرانی که تحت تاثیر مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند، شما چه اقداماتی را برای کنترل و کاهش این بحران ضروری می‌دانید و چگونه می‌توان به طور مؤثری به این چالش اجتماعی رسیدگی نمود؟ جناب صادقی، صدای منو دریافت می‌کنید؟ شما راحت فوری و بله، شما صدای منو بله بفرمایید. درود بر شما و بینندگان محترم. متاسفانه این موضوع مواد مخدر به ویژه در شرایط فعلی جامعه ایران راه حل کوتاه مدت و فوری ریشه فقر، بیکاری، مسائل مربوط به اشتغال جوانان، مسائل مربوط به ازدواج جوانان، البته برخی از افراد، یه بخش کمی از افراد که برای تفریح مواد مخدر رو میارن و وضعیت مالی خوبی دارن، خب اونا اصلا که الان درگیر این مسائل هستن که نمیتونن ازدواج کنن، شغل مناسبی ندارن، یا ازدواج میکنن بعد از اون به خاطر کاری مجبور و مواد مخدر. الان ریشهش مسائل اقتصادی و فقر هست. بله جناب صادقی، ما صدای شما رو خوب دریافت نمی کنیم. ممنونم. با تشکر از دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی، از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.